علی اکبر طبری دست راست صادق لاریجانی در قوه قضاییه ایران که ابراهیم رئیسی او را برکنار کرد و حالا بازداشت شده کیست؟ بازداشت او چه معنایی دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایدو. علی اکبر اطبایی طبری از آن نام‌هایی نبود که همه شنیده باشند، گرچه برای مدتی طولانی از مهمترین افراد نزدیک به دو رئیس قوه قضاییه ایران بود، هم هاشمی شاهرودی هم لاریجانی آملی. اما ابراهیم رئیسی بلافاصله بعد از اینکه حکم ریاست قوه قضاییه را گرفت، معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه را برکنار کرد. اسم آقای طبری اما وقتی سر زبان ها افتاد که علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس ایران گفت او دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده و همین یکی دو روز پیش نماینده دیگری خبر از بازداشت او داد. گفته میشد که صادق لاریجانی آملی که حالا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، از آغاز امسال آقای طبری را با خود به مجمع تشخیص برده. گفته ای که با تکذیب تند و تیز و خشمگین دفتر آقای لاریجانی مواجه شد. گرچه در این بیانیه گفته شد اتهامات مطروحه علیه آقای طبری قبلا بررسی شده و کذب بوده. این اتهامات چیست؟ اهمیت این دعوا چیست؟ آیا فساد در قوه قضاییه به یک فرد برمیگردد؟ فساد در قوه قضاییه به چه شکل است و چه تأثیری بر رسیدگی‌های قضایی دارد؟ در این برنامه سه میهمان دعوت کردیم. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. مازیار خسروی روزنامه‌نگار از تهران و باز هم از تهران پیام درفشان وکیل دادگستری. خوش آمد میگم به هر سه نفر شما. آقای درفشان، شما با سیستم قضایی از نزدیک کار میکنید. پیش از این اسم آقای طبری رو شنیده بودید؟ او چقدر چهره مهمی بود در قوه قضاییه ایران؟ ایشون به عنوان شخصی که دارای سمتی است که تو در رتبه‌های بالا بودن، همیشه خب ما اسم ایشون رو میشنیدیم و مطرح بودن، اما به صورت اینکه از نزدیک طبیعتاً چون خودشون در محاکم حضور نداشتن، اینکه وکلای دادگستری در محاکم بخوام با ایشون رو در رو بشن، یک همچین حالتی رو خب تجربه نبوده به این شکل. گفته میشه که ایشون مسئول دیدارهای مردمی رؤسای قوه قضاییه بودند که در اون گاهی حکم‌ها میشکست. شما چنین چیزی رو شنیده بودید که از این طریق گفته میشه که بخشی از فساد مربوط به این هست که ایشون پولهای بسیار قابل توجهی میگرفتن برای اینکه افراد رو به این نشست‌ها راه بدن؟ شما چنین شایعه‌ای شنیده بودید در مورد ایشون؟ در خصوص نقض احکام که همیشه یکی از مسائل جنجالی بوده، این بحث خلاف برگن شهر بودن، خلاف برگن قانون بودن، در دوره رؤسای مختلف قوه قضاییه که همیشه این مسئله گاهی موقع خیلی افزایش پیدا میکرد یا کاهش پیدا میکرد با توجه به رویکردی که خود رؤسا داشتن، این همیشه یک مطلبی بودش که خب خیلی قابل جنجال بود، چون از یک طرف بحث اینه که وقتی که دادرسی انجام میشه و تمام مراتلش رو سپری میکنه و میرسه به یک حکمی که در نهایت قطعی هست، آیا اصلا گذاشتن این مسئله درسته؟ و از یه طرف دیگه اگر اشتباهی صورت گرفته باشه چه باید کرد؟ که این همیشه یک مجرایی بوده که متاسفانه داخلش اشخاص کارچاق کن پیشنهاد میدادن به مردم، به وکلای دادگستری، که خب این رو میتونن مهیا بکنن که این داستان انجام بشه، که بخشیش طبیعتاً این اشخاص کلاهبردار بودن، یه بخش دیگه هم متاسفانه ارتباطاتی داشتن که این مسائل رو انجام میدادن. آقای خسروی، شما روزنامه نگار سیاسی هستید. این فرد شخص بلند مرتبه‌ای در دستگاه قضا بوده در جمهوری اسلامی برای سالیان طولانی. شما چقدر اون رو میشناختید؟ سیاسیون چقدر اون رو میشناختند؟ ببینید، همونطوری که آقای درفشان گفتن، اسم ایشون شنیده میشد، ولی اینکه آیا برخوردی از نزدیک وجود داشته باشه اصلا نبود. ایشون آدم غیر رسانه‌ای بود و هر آنچه که رخ میداد هم خارج از دید و در واقع رصد رسانه ها رخ میداد. شایعاتی وجود داشت، ولی اینکه کسی ایشون رو دیده باشه، با ایشون گفتگوی انجام داده باشه یا حتی مثلا مقاله انتقادی راجع به این رویکرد نوشته شده باشه، همچین چیزی در تمام این سالها وجود نداشت. الان برداشت شما چی هست که ناگهان اسم او ظرف چند ماه اخیر چندین بار از زبان بسیاری از چهره های در واقع میشه گفت جناح محافظه کار شنیده شد و بعد حالا هم گفته میشه که او بازداشت میشه؟
ببین دقیقا من میخوام از همین منظر به قضیه بپردازم. این اشکال بزرگی است در پاسخی که آقای آملی لاریجانی به ایرنا میدن، چون ایرنا یه گزارشی منتشر کرد، تو این گزارش اشاراتی داشت به حرفای آقای زاکانی و اتهاماتی که آقای طبری باش مواجه بودن. چون توی پاسخشون میگن که اتهامات آقای طبری چندین بار در دادسرا بررسی شده و در دادسرا کذب بودنش محرز شده. دوباره اضافه میکنن در جایی که برخی از اتهامات آقای طبری رو شخص رئیس قوه قضاییه شخصا بررسی کرده و شخصا برای ایشون محرز شده که این اتهامات کذب است. پرسش هستی اینجاست که وقتی یک مقام بلند پایه قوه قضاییه با یک همچین اتهامی رو مواجه میشود، صرف نظر از اینکه اتهام درست است یا غلط است، به هیچ وجه رسانه ها از این قضیه مطلع نمیشن. یعنی یک اتفاقی است پشت پرده رخ میدهد، هیچ کس از این قضیه مطلع نمیشود و در نهایت به جایی میرسد که پس از برکنار یا کنارگیری به کنار رفتن آقای آملی از قوه قضاییه، تازه اون هم همجناهی های ایشون میان راجع به این قضیه صحبت میکنن. آقای زاکانی میفرمایند که یک فردی هست که دو تا رئیس قوه قضاییه رو به تعبیر ایشان بیچاره کرده است. ماجرا این است که یعنی ماجرای آقای طبری از نگاه آقای زاکانی مال امروز و دیروز نیست، مربوط به سالهای بسیار بسیار دوری است. ما اولین خبری که راجع به آقای طبری اگر شما جستجو بفرمایید در رسانه ها مربوط به سال 86 میشه. آقای آیت الله هاشمی شارودی رئیس وقت قوه قضاییه بودند، خبری منتشر میشه در خبرگزاری فارس که در اونجا گفته میشه که قرار است تغییرات گسترده در قوه قضاییه صورت بگیره و از آقای طبری هم به عنوان کسی که در این تغییرات برکنار خواهد شد نام برده میشه، دو سال قبل از اینکه آقای آملی لاریجانی به قوه قضاییه بیاد. ولی این اتفاق نه تنها رخ نمیده، در 10 سالی که آقای آملی لاریجانی هم رئیس قوه قضاییه هستن، حکم ایشون به هر حال در سمت های ارشد، در سمت دیگری معاون اجرایی رئیس دفتر قوه قضاییه ارزم به حضور شما تمدید می شود و این قضایه ادامه پیدا می کند. یعنی ماجرایی که دست کم مربوط 12 سال پیش هم راجع به ایشون شایبه هایی بوده است. بله. ما حالا نمی دانیم این شایبه ها چه بوده است. 12 سال طول می کشد تا وقتی که آقای آملی لاریجانی از قوه قضاییه می روند، آقای زاکانی می فرمایند که یک فردی داریم که دو تا رئیس قوه قضاییه رو بیچاره کرده است. پرسش هست این است که این اتهامات چرا اصلا هرگز رسانه‌ای نمیشه، هرگز گفتگو راجبش امکانش وجود نداشته در رسانه های ایران و تحقیق رسانه های ایران امکان پیگیری ماجرا رو از هرگز نداشت. آقای علی جانی بحث همین هست، الان هم ما تقریبا نمیدونیم که اتهام ایشون چیه، چیزی در رسانه ها در مورد اتهام منتشر نشده، خبر دقیقی هم حتی ما نداریم که او اگر بازداشت شده توسط چه نهادی بازداشت شده و چرا بازداشت شده. فکر میکنید چرا این گونه است؟ با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و میهمانان برنامه. سیستم سیاسی ایران خب دو بخش داره، بخش ولایی و بخش شبه جمهوری یا نیمه جمهوری، ولی در مجموع سیستم بسته ایست از این نظر و سیستم حامی پروری است، مخصوصا افرادی که به جناح ولایی نزدیکتر باشند. معمولا هم فساد موقعی بیرون میزنه که از سر من شمس شده باشه، مثلا در دوره‌های جدید توسط شبکه‌های اجتماعی رصد شده باشه، یا اون فردی که فساد کرده دیگه بایستی مدیریت بشه، یعنی در حال سطحی از فساد بیرون زده که باید مدیریت بشه، یا اون فرد حامی خودشو از دست داده یا در جنگ و جدال بین جناها. من در مورد دستگیری آقای اتباعی طبری 3 تا انگیزه رو به ترتیب اولویت نسبتاً مؤثر میدونم. انگیزه اول همون بحث مدیریت فساده. در ساختار و قدرت معمولاً فساد حل نمیشه ولی مدیریت میشه، معمولا هم غیر خودی ها یا اینا که حامی ندارن یا کسی باید قربانی بشه یا در جنگ جناها. الان به جای رسیده که باید مدیریت بشه. عامل دومش این هست که آقای رئیسی در پوزیسیون سید محرومان و ضد فساد و اینا ظاهر شده. البته ایشون اولین برکناری که کرد در قوه قضاییه همین معاونت اجرایی و مالی بود، امور عمرانی و مالی بود که این نشون میده از قبل هم این ماجرا بوده، حالا باید مدیریت بشه. آقای رئیسی هم میخواد یه پوزیسیون ضد فساد بگیره. عامل سوم که البته میتونه انگیزه نباشه ولی پیامدش باشه این هست که به هر حال در بین چند نفری که به عنوان نامزدهای رهبری آینده مطرح هستند، هم آقای رئیسی مطرح هم آقای لاریجانی، اگر این کار انگیزش هم برخورد
با آقای لاریجانی نباشه که من فکر نمی‌کنم اولویت اول باشه. به هر حال پیامدش این هست که یه امتیاز منفی در شناسنامه آقای لاریجانی افزوده خواهد شد و یه امتیاز ظاهرا مثبت در شناسنامه آقای رئیسی. جالب است اشاره که میکنید با توجه به اینکه به هر حال آقای رئیسی هم غریبه در قوه قضاییه نبوده، که او خودش جزو معاونان ارشد جزو افراد اصلی در قوه قضاییه بوده در تمام این سالها. فکر میکنید آقای درفشان چقدر شما واقعا این رو نبرد داخلی بین در قوه قضاییه میبینید، چقدر این رو فراتر یک مسئله سیاسی میدونید شما؟ خب ما باید واقعا اذعان داشته باشیم که به صورت کلی در هر حال اینکه با فساد برخورد بشه این یه نکته مثبتی هست. حالا اینکه انگیزه چی هست، به چه صورت هست، چه تحلیل هایی هست در موردش، اون بحث دیگه ایه. اما خود مبارزه با فساد به هر شکلی به هر صورتی این جای تقدیر داره و این اشخاص هر چقدر هم در این شکی نیست که به هر حال این شخصی که هست یک جایگاه بالایی داشته از لحاظ سمت، و اینکه این فرد باش برخورد بشه لازمه این هست که یک اراده پشت سر این بوده باشه که اراده بالایی بخواد باشه. در خصوص این مطلب دیگه هم که شما میفرمایید که تا چه حد بحث مبارزه با خود فساده، تا چه اندازه هم بحث خود مسائل کشمکش های سیاسی هست، ما این مسئله رو میتونیم تو بخش‌های دیگه هم ببینیم که یک سری اصلاحات داره داخل قوه قضاییه انجام میشه که از نزدیک که ما در محاکم مختلف حضور داریم، در بخش‌های مختلف حضور داریم. یک بخشش مثلا مربوط به این هست که داریم میبینیم یک رویکردی که در مورد یک سری از دعاوی حالت امنیتی بوده و اینا همیشه داده می شده به محاکم انقلاب برای رسیدگی، اینها داره الان در حال حاضر توی دادگاه های مثل دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت داره رسیدگی میشه که کمتر بحث امنیتی میشه. بله کمتر بحث امنیتی میشه. نکته دیگه این هستش که بخشنامه های رئیس قوه قضاییه تا الان این بر اساس تبصره ماده 12 دیوان عدالت اداری غیر قابل اعتراض بود، که اخیراً دعوایی رو ما طرح کردیم همراه همکاران محترم برای نقض یکی از این بخشنامه ها، که مشاهده میکنیم در مورد این تصمیم گیری که شد در نهایت دستور رسیدگی به این قضیه به صلاحیت محاکم عمومی صادر شده که بخشنامه شما فکر کنین قدم مثبتی است. شما فکر می‌کنید همینطوره؟ آقای درفشان، من می‌خوام تا در این بحث هستیم باز از شما مشاهدات شخصیتون رو بپرسم. بحث فساد در قوه قضاییه از اون موضوعاتی است که خیلی راجبش میشنویم، از اینکه از یک دادگاه ساده که کارچاق‌کن‌ها همونطور که شما اشاره کردید یا افرادی هستند که پول میگیرن مسائل رو حل میکنن، تا سطوح بالاتر همین بحثی که الان داریم. شما چقدر این رو یک مسئله قابل حل میبینید با توجه به اینکه گفته میشه زمانی که آقای شاهرودی بالا بر دو دهه پیش قوه قضاییه رو تحویل گرفت گفت یک ویرانه تحویل گرفتم، واقعا چقدر قابل حل میبینید مسئله به این ریشه ای رو در قوه قضاییه؟ خب این سوالی که شما میفرمایید خیلی پاسخ مبسوطی داره، ولی اگر بخوایم دسته‌بندی کلی بکنیم و توجه بکنیم به هر حال کشور ما علاوه بر شاخص‌های فساد یک رتبه‌ای داره و این بر اساس اون تو بقیه بخش‌های ارگان‌های دولتی هم پس لاجرم وجود داره. اما در مورد دستگاه قضایی، خود دستگاه قضایی حوزه‌های مختلف داره. مثلا محاکمی که به دعاوی مربوط به مواد مخدر رسیدگی میکنن، حوزه خود مواد مخدر و جرائم سازمان یافته همه جای دنیا یه حوزه چالش برانگیزی بوده که پولهای آلوده واردش میشه، تو تمام بخشهاش میاد و تأثیر میذاره، من جمله بخش قضایی. یا در مورد بحث دادسرای جرائم پولی و بانکی، یا در مورد محاکم ویژه اقتصادی، اینها چون داخلش پولهای خیلی بزرگی وجود داره، مبالغ بالایی هست، قابلیت فساد آفرینیش خیلی زیاده و این مستلزم این هستش که ساختارها و زیرساختهای مختلفی در این مورد بخواد مورد اصلاح، بازنگری، تقویت و مخصوصا مورد نظارت مطبوعات آزاد قرار بگیره. آقای خسروی، شما اشاره کردید که خب به هر حال به خصوص در این موارد در سطوح بالا نظارت مطبوعاتی خیلی کار سختی است. خیلی از مطبوعاتی ها بابت خیلی ساده تر از اینها الان در زندان هستن. اما
بحثی که الان میبینیم در این سطح، فردی در این سطح مطرح میشه نامش، خیلی ها معتقدن که ما معمولا اینجور افراد رو نمیشناسیم مگه یک دعوای جناحی مطرح باشه، مگر اینکه یکی بخواد یکی رو بزنه، وگرنه فساد در سطوح مختلف در تمام دستگاه‌ها ممکنه وجود داشته باشه و سالهای سال در موردش نشنیدیم، کما اینکه شما اشاره کردید در مورد آقای طبری نشنیدیم. فکر می‌کنید الان دعوا کجاست که داریم در مورد آقای طبری می‌شنویم؟ آیا میشه در مورد این پرونده همچنین چیزی رو دید؟ ببینید اینکه دعوا کجاست رو که به هر حال بسیار گمانه‌زنی‌های مختلف میشه انجام داد. من نمی‌خوام این رو از این منظر بهش بپردازم و وارد یک گمان زنی بشم که براش شاهد قطعی ندارم. آنچه من میفهمم این است که فساد در قوه قضاییه داره به شکلی به این دلیل رشد کرده که قوه یک تعبیر وارونه ای از استقلال قوه قضاییه جا افتاد در این سالها. اینکه مستقل بودن قوه قضاییه تعبیر شد به غیر پاسخگو بودن قوه قضاییه. یعنی شما تقریبا در تمام سطوح کشور در سطوح مختلف می توانید انتقاد مطرح بکنید. در دوره آقای آملی لاریجانی می توانستید، ولی در دوره آقای آملی لاریجانی شما به هیچ وجه نمی توانستید کوچکترین انتقادی راجع به قوه قضاییه مطرح بکنید. من میخوام بگم انقدر فضا بسته بود که شاید بعضی وقتا میشد از نهادهای زیرمجموعه رهبر هم حالا به لطای کل رهبری هم به لطای کل هیئت و حالا به شکل‌های مختلفی انتقاد کرد، ولی از نهاد از این مجموعه قوه قضاییه نمی‌شد این کار را انجام داد. شما نمی‌توانستی در مورد اتفاقاتی که در قوه قضاییه رخ می‌دهد مقاله بنویسید. من باز یه مثال جالبی شاید باشه برای بینندگان شما، توی اون ماجرای یک شنبه یک مصوم به یک شنبه سیاکای احمدی نژاد آوردن در مجلس فیلم تلاش آقای فاضل لاریجانی برای رشوه دادن به آقای مسعید مرتضوی رو نمایش دادن. خب حالا صرف نظر از اینکه قضاوت ما راجع به آقای مرتضوی چه هست و ایشون به چه جرایمی متهم و به چه جرایمی منتسب هستند، ماجرا این بود که آقای فاضل لاریجانی در اون فیلم تلاش میکرد که از آقای مرتضوی رشوه بگیرد. اون موقع پیگیری نشد، در نهایت بعداً اعلام شد که سخنگوی دستگاه قضایی در یکی از جلساتش گفت جرمی برای آقای فاضل لاریجانی محرز نشد. باز جالبتر این است که در طول سالهای بعد از اون ماجرا هر وقت که ما سعی میکردیم که راجع به این قضیه یک شنبه سیاه میخواستیم که مطلبی بنویسیم، مرور کنیم اون اتفاق رو، اون کلمه فاضل لاریجانی خط قرمز بود و فاضل لاریجانی مورد سانسور قرار میگرفت چون برادر آقای لاریجانی بودن. بله، اسم ایشون رو نمیشد آورد، یعنی اسم آقای فاضل لاریجانی رو در مطبوعات شما میتونید جستجو کنید. بسیار بسیار دشوار بود از اشاره کردن یا حتی پرسش قرار دادن که آقا پرونده ی آقای فاضل لاریجانی به کجا رسید. به هر حال اصلا شاید ایشون تبرئه شده باشن، شاید نشده باشن، دادگاهشون چگونه برگزار شد. ایشون به هر حال در یک مرکز یک بحران سیاسی، یک چالش بزرگ سیاسی قرار گرفت. من میگم در قوه قضاییه اگر این مسائل به صورت شفاف بررسی بشه، به مطبوعات آزادی عمل داده بشود که بر روندهای قضایی نظارت بکنن، قطعا فساد کاهش پیدا میکنه. این در گذشته هم همینطور بود. این آقای آملی لاریجانی مشکل اصلی که من تصور میکنم در قوه قضایی ایشون وجود داشت این کم تحملی شدید ایشان نسبت به الان بهتر شده. آقای خسروی، آیا شما فکر میکنید در دوره آقای رئیسی در این زمینه تغییری حاصل شده؟ گمان می‌کنم برای قضاوت خیلی زوده. من فکر نمی‌کنم که بعد از چند ماه، موقعی که آقای آملی لاریجانی هم به قوه قضاییه آمدن، دوستان خاطرشون هست اون در اواخر آقای دوره آقای هاشمی شاهرودی اون دادگاه‌های سال 88 پخش شد و بعد خب اونا کسانی که در دادگاه بهشون به تماشا رسیدگی می‌شد هنوز متهم بودن، ولی تلویزیون آمد اسم و چهره و اینها رو پخش کرد. ولی در آقای آملی لاریجانی یکی از اولین دستورایی که داد این بود که اون دادگاه‌ها به اون شکل مثلا پخش تلویزیونیش متوقف بشه. من الان نشانه‌های مثبتی می‌بینم، ولی فکر می‌کنم که بسیار بسیار زود هست برای قضاوت. باید ببینیم که این ریاست تازه قوه قضاییه تحملش در مقابل رسانه‌ها چگونه است. اگر اجازه بدن که رسانه‌ها در روندهای قضایی نظارت بکنن، از قوه قضاییه انتقاد بکنن و بتوانن زیر ذره بین قرار بدن، طبیعتاً در یک زمان منطقی می شود انتظار داشت که فساد در قوه قضاییه هم کاهش پیدا بکنه و روندها رو به بهبود بره. صحیح. آقای علی جانی، یه هر حال مسئله فارسی داریم در این مورد خیلی به کار میاد. هرچه بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک. اگر واقعا بحث
قوه قضاییه که الان به قول شما و همونطور که دوستان هم مطرح کردن مبارزه با فساد رو میگه یکی از اولویت‌هاش، هست ظرف ماه‌های گذشته چندین نفر اعدام شدن به عنوان سلطان فلان و سلطان بیسار. بحث این هستش که واقعا چقدر ملت میتونه به یک قوه قضاییه که الان خودش با چنین اتهاماتی روبرو هست اعتماد کنه برای اینکه عزمش برای مبارزه با فساد واقعا جزم هست. ببینید آقای رئیسی فردی نیست که صفر کیلومتر باشه، تازه اومده باشه، امتحان پس نداده باشه. ایشون 10 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده، سالهای دیگه هم بالاترین مقامات دادستان تهران، دادستان کل کشور در بالاترین سطوح قوه قضاییه حضور داشته ایشون. بنابراین سالی که نکوست همین حالا از بهارش پیداست. درست ممکنه یه رفرم‌هایی با برد محدود وجود داشته باشه، ولی ببینید از همین آقای روحانی در اون مناظره تلویزیونی که سال 96 داشتن با آقای رئیسی، اونجا اشاره کرد وقتی آقای رئیسی رفت تو پوزیسیون مبارزه با فساد، گفت آقای رئیسی شما یه پرونده فساد 12,000 میلیاردی تو قوه قضاییه‌تون وجود داشته که این یه مثلثی درش نقش داشتن که آقای روحانی آدرسشون رو میده و میگه یکی از این مثلث تو ستاد انتخاباتی شما حضور داره. یا انتصاب هایی که آقای رئیسی کرده، ببینید یکی آقای علی القاسی مهر هست، ایشون توی بالاترین مقام قضایی در استان فارس بوده، پروندهش سیاه از این نظر، ایشون پرونده مهدی حاجتی تو شیراز هست، پرونده حتی اون بچه های دانشجوی عدالتکار در شیراز هست، موقوفات، ساخت و سازهای غیرقانونی و و و ایشون نمیذاره اونجا اینا به نتیجه برسه. حتی دانشجویان عدالتگاه که حالا میتونن موی دماغ حکومت بشن، چون اینها بچهای بسیج و جوانهایی هستن که بخش ولایی داره تربیت میکنه با گفتمان ضد دشمن و با گفتمان عدالت. گفتمان عدالت میخوان مقامات آقای خامنه‌ای این گفتمان رو مقابل گفتمان اصلاحات، اصلاح طلبان که دموکراسی و حقوق بشر هست بذارن. برای بالایی ها این تاکتیکی است، ولی بدنی که جوان هستن، سالم هستن، آرمان ها هستن ولی بی اطلاعن، این آرمان ها رو باور میکنن. حالا دانشان عدالت ها در تهران و از غذا در شیراز جریان نسبتا قابل اعتنایی است، حتی در سطح کشور اینا میتونن بعدا موثر باشن، یعنی مرحله مرحله پرده ها جلو چشون کنار بره. یکی از منصوب های انتصاب های آقای رئیسی اینه، دیگری آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه است. حالا من نمیتونم پرونده ایشون رو باز بکنم، اگه ما برای گوبلز چند تا شاگرد ایرانی قائل باشیم، ایشون یکی از ممتازترین شاگرد هاست. بنابراین سالی که نکوس از بهارش آقای علیجانی مشخص از شما انتقاد دارید به شیوهی که آقای رئیسی داشتند و الان هم خیلی خوشبین نیستید به اون اتفاقاتی که داره میفته، اما اگر فکر کنیم امروز قوه قضاییه تصمیمش این باشه که با فساد برخورد بکنه، با فساد در داخل خودش برخورد بکنه، فکر نمی کنید این که مثلا یک شخصی در این سطح رو الان بکشن پای میز محاکمه شروع خوبی میتونه باشه؟ بله، البته همونطوری که دوستانم گفتن هر سطحی از فساد، مبارزه با فساد رو باید مثبت دونست، اما من باور نمی کنم که این مبارزه با فساده. خود آقای محسنی، یعنی کسانی که همهامیاشون رفتن، آقای شاهرودی، آقای لاریجانی رفتن، یا کسانی که افکار عمومی و دانشجویان عدالت‌خواه که هم گفتمان هستن با جریان حاکم، اونها فشار آوردن. آقای محسنی اجیب پای خودشون تو پرونده فرار آقای خاوری مطرحه. چرا به اون پرونده رسیدگی نمیشه؟ چرا اون پرونده‌ای که آقای روحانی در همون مناظره تلویزیونی بهش اشاره کرد رسیدگی نمیشه؟ من نه تنها در قوه قضاییه، بلکه فکر میکنم مبارزه ساختاری با فساد رو نمیشود در این وضعیت کنونی باور کرد. عمدتا مدیریت میشه و جدا از اون تبدیل به جنگ جناها با هم دیگه میشه. آقای درفشان اشاره کردن آقای خسروی به نبود در واقع نظارت رسانه‌ای، شما خودتونم به نوعی اشاره کردید. آیا نهادهای مستقلی که پیشاپیش در بحث دادگستری و در واقع قوه قضاییه در ایران وجود داشتن، مثل مثلا کانون وکلا، آیا شما هیچ نشانه‌ای می‌بینید که اینها بتونن دخالتی بکنن برای اینکه به قول اینوری‌ها ویسل برویر باشن، زودتر خبر بدن که یک نفر یا فلان دستگاه، فلان بخش در قوه قضاییه داره مثلا از ما رشوه‌خواهی می‌کنه؟ آیا چنین بخشی اصلا وجود خارجی داره؟
بله بله، خب ما دادسرسی به جرایم انتظامی قضات داریم و دادسرسی به جرم کارکنان دولت داریم. بنده خودم شخصا بارها از این تخلفات اونجا طرح شکایت کردم، در پاره ای از موارد به نتایج خوب هم رسیدیم، ولی این مستلزم چیه که وکیل این بحثی که از لحاظ علمی میشه نه بحثی که بحث حقوقیه که کانون وکلا باید مستقل باشه، این به خاطر این هستش که وکلای زیر مجموعهش هم بتونن بدون اینکه نگرانی داشته باشن که یک فردی که داخل سیستم قضایی هست اگر خودشون به اون متصل بشن اون میتونه روی اینها فشار بیاره، بتونن فساد رو پیگیری بکنن، و همین هستش که باعث میشه که وکلا بتونن کمک بکنن به رفع فساد و نقش بسیار بالایی داشته باشن در رفع این مسائل، که البته انصافا باید توجه داشته باشیم وقتی فساد همه جا وجود داره طبیعتا متاسفانه حتما یک تعدادی از وکلایی هم که بخوان توی این قضیه نقش منفی داشته باشن هم وجود دارن که باید اون هم بررسی بکنیم ببینیم که کدوم بخش از وکلا هستن که این قابلیت رو دارن. آیا وکلایی که جوان هستن و ورود پیدا میکنن روابط دارن برای انجام این کار، یا خیر وکلایی که خودشون دولتی هستن و حتی سمت‌های خیلی بالایی دارن بعد که بازنشست میشن پروانه وکالت میگیرن، آیا این موعد هست برای وقوع فساد و این مسائل از اون سمت دیده میشه، یا از سمت وکلای جوان که اصلا ارتباطی ندارن بتونن این کارا رو انجام. خیلی متشکرم آقای درفشان، ممنونم از شما آقای خسروی و آقای علیجانی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. متاسفانه وقت ما همینجا تموم میشه و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.